در واقع ما قطعنامه رو داده مثل کسی کلش کرده تو برف. اومد مصاحبه، بله ملت ایران منزوی شد. ما هم موقع تو چین بودیم. تولگاه سوال کردن. گفتم مثلا اینکه پاسخ ندارین، من از شما ها میپرسم. شما خبرنگاری میدونید نظرات مردم چیه. پاشید برید تو هم خیابونای شانگهای از مردم نظرشون رو راجع به آمریکا بپرسید. همه زد از این خلی. صبح ما رفتیم شانگهای اونجا یه نمایشگاهی رو ببینیم. نمایشگاه ایران، روز ملی ایران قرار بود اونجا برگزار بشه. هر کشوری میاره داشته های فرهنگی و علمی خودش عرضه میکنه. یه جای خوبیست. امسال هم شعارش فرهنگی بود، لازم بود ما بریم. به خصوص بعد از اون قطعنامه باید میرفتیم. یه خبرنگاری گفت بابا اینا قطعنامه دادن، از صبح که من تو رو میبینم همش داریم میخندیم. گفتم چرا نخندم؟ اولا کار اینا خنده داره. بابا ملت ایران وقتی بود، ملت ایران وقتی علم داشت، تمدن داشت، فرهنگ داشت، ایمان داشت، شگان پرستی داشت، پاکی داشت، عدالت، شما اصلا نبودید که. شما یه مش دزد و جانی را افتادن وقتی یه سرزمین رو اشغال کردن، مردم اونجا رو کشتید، دولت تشکیل دادید. جدید چیزی شده؟ دیر اومدید، زود هم میخواد برید؟ ریشه ندارید شما. در کجا ریشه دارید؟ در تاریخ ریشه دارید؟ در فرهنگ ریشه دارید؟ در اخلاق ریشه دارید؟ در انسانیت ریشه دارید؟ چیزی ندارید؟ ما منزوی هستیم. ملت ایران هزار تا مثل شما رو منزوی میکنه و به زباله‌دانی میفرسته. حالا قطعنامه دادن میخوام گفتگو کنیم. خب تیرشون رو در کردن دیگه، حرکتشون رو انجام دادن. حالا نوبت ماست. ما به خبرنگار گفتم چرا من خوشحال نباشم؟ برای اینکه اونا دقیقاً همون کاری رو انجام میدن که ما میخوایم. ما برای تغییر نظام ناعادلانه جهان و استقرار نظام عادلانه یه نقشه ایجو کلمون هست، یه طراحی داریم. مثلا یکی از اجزای این طراحی اینه که باید بگه مردم این شورای امنیت ملل متحد که محور ظلم و بیعدالتی و استکبار هست، این ناعادلانه است، غیر انسانی است، باید عوض بشه.